دوباره خوش آمدید. هموطنان عزیز ادامه صبح زندگی با شما هستیم کسایی که تازه بیننده ما هستن بازم صبح زیبای شما بخیر باشه در بخش روانشناسی هستیم مهمان خیلی گرامی ما جناب استاد زکریا بارگزی روانشناس و استاد پاهنتون با ماست در رابطه به موضوعی که ما انتخاب کردیم در رابطه به شب ادراری کودکان است یک موضوع خیلی مهم شما هم بخش فراموش نکنین از دست ندین جناب استاد سلام صبحتون بخیر خوش, خوش آمد شما شما, شما, سلامت باشین با میر ما هم سلام خود را خدمت عزیزان تقدیم می‌دارم و امید که در فصل زمستان با سمیمیت گرم باشن انشالله که فصل زمستان که میایه همگی با دلگرمی در کانون گرم خانده ها زندگی خوب داشته و خوب است که به یادم دادین که فرصت داره که برای ایزان بگویم که آمد آمد چله است و فردا انشالله روز اول چله است هزی جا رو خدمت ایزان تبریک کردن خواستم به زبان خود شما با همون شیرنیش بینده پشت شما لطف و شب فراموش هم نکنه که شبیه الدا هست شب هست که به یاد ماندنی هست احا. بشینیم قصه کنیم بخندیم صحبت کنیم احا. شیر بگوییم خیلی بیز. بله و این شب درست ترین شب یا طولانی ترین شب خزان است واقعا واقع. 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 و از این شب باید خیلی لذت برید در کنار دوستان استاد موضوعی که انتخاب کردن در رابطه با شب دراری کودکان است ای یک موضوع خیلی مهم است شب دراری در کودکان های یک بیماری است یا یک مشکل چیکار باید بکنیم شما سلامت باشین من هم مشتاق همین هستم هم که این بس ها مطرح میگم از همه چیز که زود بحثا مطرح کنیم چون فرصت ها کم است تا بتونیم کم رسالت خود خوبتر انجام بتیم ببینید احمدی عزیز در قسمت خود شب ادراری خوشبختانه گفتم میتونیم که یک بیماری نیست آه. چون به دلیل که این به مختلف میتونه انسان ها رو دامنگیر خود بسازه به خصوص در دوران کودکی حتی بعضی از بزرگسالا بزر هم به شب ادراری مواجه هستند ولی در هر در جهان بله در جهان این گونه مطرح شد که میتونه یک مشکل خیلی جدی باشه ولی در حالی که بیماری نیست و این مشکل هم باید از حل شود به که بعضی از مشکلات هست که از مریضی کرده خطرناکتر هست و اونها چون عواقب بد داره پیامد بد داره از بله. این جهت ساده گفتم میتونیم که بله یک مشکل است یک مشکل است عواملی که باعث شب ادراری در کودکان میشه چی بوده چی هست ببین عوامل که در قسمت شب در بالای کودکان نقش اساس خود داره چند دلیل بسیار عمده است یکی ما دلایل فیزیولوژیکی داریم یکی دلایل روانی داریم و یکیش هم دلایل اجتماعی داریم دلایل فیزیولوژیکی 45 درصد دلایل روانی شم 45 درصد و دلایل اجتماعی شم 10 درصد مورد بحث است از لحاظ فیزیولوژیکی گاهی خود کودکان که تولد میشه مثانه خیلی خرد میباشه زمانی که مثانه خرد هست این گنجایش به طور مثال آنقدر هاپ رو نداره که در خود ذخیره کنه وقتی که بیش از حد زیاد میشه این زمینه بر زمین مساعد میسازه که شب دروری مورد بحث قرار بس بگیره نکته دوم از لحاظ مسائل فیزیولوژیکی عفونت های خود مسانه هست گویا <applause> خود مسانه عفونت میکنه عفونت از این هم زمینه رو برای مساعد میکنه که شب دراری مورد بس قرار بگیره یا از لحاظ مسائل فیزیولوژیکی گای خود خود دیابت یا شکر <applause> ما فکر میکنیم که کودکان اصلا شکر نداره اما در حالی که امروز کودکان هم شکر داره و اگر شکر یا دیابت در کودکان بالا میره این زمینه برای شب دراری شون بیشتر مساعد میسازه هم از لحاظ تیف خود کرکتر های روانی از اینا بیشترین چیزی که مورد بس است یکی استراب یکی ترس <applause> ترس عامل خیلی بعد است ترس میتونه زمینه میره برای شب دروی کودک به صورت مکمل مساعد بسازه ما ترس رو در قالب از این بوایت است نداری که کودک تاریکی از پلنگ از شیر از از این موارد میترسه هر چیزی که پیامد منفی خود بر کودک انتقال داد تو در قالب یک ترس مورد بس قرار میگیره و نکته سیومش که موارد اجتماعی هست گویا قا تغییر مکان کودک از یک مکان در مکان, مکان دیگه رفته یا از یک بستر خواب در بستر خواب دیگه رفته یا زمین برای شب دروی زینا مساعد نسازن اینجا فراموش نکنیم که ایزان متوجه باشن کودکان در سال دوم و سال سوم زندگی بالای مسانی خود فشار خود را حاکمیت حاصل میکنن و اینا با شب دروی در خود نشه باشن اگر کودک ما تا سالهای پنجم زندگی شب دروری به مثال داره ما نگران نباشیم اما بعد از سال پنجم اگر شب دروری اینجاها مکرر زیاد میشه به این معنا که در هفته 4 شب 5 شب اینا به سر خواب خود خیس میکنن بازی یک علامه زنگ خطر هست آه. باید متوجه مسئله شیم و خوشبختانه امروز این درمان بسیار خوبی داره که نه هزینه زیاد در کار داره و نه قابل نگرانی هست و نه خود در قسمت مسئله خیلی ورخطا بسازیم این میتونه بسیار زود هم بالا کار کنه سلامت باشین از دکتر بد مراجعه شوید در بعض حالت هایی که بطور مثال بعد از سال های پنجم که در هفته 4 پنج بار میشه بدون شک باید پیش دکتر مراجعه شه چون اگر پیش دکتر مراجعه نشه باز میتونه مشکلات های زیادی را به وجود بیاره خیلی ها تنبه تنبیه میکنن ما اطفال که جای خود ترک کرده یا شب ضروری داره نکته جالب و این خیلی تاثیرات منفی خود میذاره به در رابطه اینکه شب چی پیامد هایی داره در کودکان ما ایران بدونه شما لطف کردین ببینین یکی از تیپ های انسان ها را ما به نام تیپ های مقدی میشناسیم اه. تیپ های مقدی خدف شما تیپ های کمیشه شب ادراری در قبال دارن اه. اینا باز در آینده هایی که بزرگ میشن خیلی انسان های کرکی میشن اصلا انسان هایی را ببینید شما خیلی کرکی هستن از بعد چیزا کرک میکنن اینا در اصل شب ادراری بسیار زیاد در قبال خودشان پیامد دوم از این شب خوب با سیستم مقصل خیلی رابطه اساس خود را داره و هر میزان که شب ادراری بیشتر باشه به با عموم میزان عقماندگی بیشتر به وجود نره و از این خوب روش کردن نمیتونه پیامد دیگه اش خجالت به وجود میاد چون بدلی که فرد شبدری داره و همیشه پیش خانواده خود خجالت زده میشه وقتی خجالت زده شد دیگه این جرأت بسیار خوب در کار نمیداشه باشه و موضوع دیگه اینه از روابط اجتماعی دور میسازه‌ چون کودکانی که همیشه شبدری دارن اینو روابط اجتماعی خوب داشته نمیتونن به دلیل کدرافیان از اینا رو به چشم بسیار خوب نمیبینه و یک مسئله بسیار عمده و اساسی است که عزت نفس و اعتماد به نفس اینو از دست میدن اینو از جمله پیامدهای بسیار بدش هست در خانه هم که می تنبیه میکنن یا با با بین هم کار خوبی نیست همین کار خوب نیست ما والدین میگیم وقتی که فرزند شما با شبدری مواجه است خب میفهمم درکتون میکنون که مسئله خیلی خطرناک است براتون خیلی واقعا طاقت فرسا است ولی باید در مقابل مسئله حوصله کرد به هر میزانی که تنبیه کنیم و سرزنش کنیم نیکویشش کنیم این زمینه رو برای شبدروی ازینو به مراتب آه. بیشتر میسازه و به هر اندازه با که بالات خوش بگیم خیر گپ نیست باید متوجه مسئله باشیم که ان در کار صحبت میکنیم با زینو میتونه که خود متوجه مسئله بسازن حالا هم موضوع مهم که در رابطه با می راهکارهایی که چی هست چی کار باید کرد والدای بله. 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 نقش بسازای خدا داره این موضوع رو باید بیشتر در راهکار بسیار جالب داره محمدی عزیز یکی راهکارهای درو درمانی داریم یکی راهکارهای روان درمانی داریم در قسمت درو... راکورهای دارو درمانی او کودکانی که در سالهای ششم و هفتم رسیده و در یک هفته پنج بار شش بار جای خود را اینا خیس میکنن باید پیش دکتر مراجعه شود نعم. تا با نظر داشت داروهایی که برای اینا تجویز میشه و داروها ضامن صحت مندی و سلامتی از اینا از که ورز جانبی در قبال نداره مشکلاتش در باب مساله حل میشه اما از لحاظ روان درمانی خود فامیلی یک روان درمانی بسیار خوب برای کودک خود میشه نعم. اولا برای ما نیاز هست که ما کودک خود را تشخیص بدیم که در کدام ساعت جای خود را خیس میکنه این خیلی بر ما مهم است چون زمانی که ما اگر ساعت تشخیص دادیم کودک ما سا جای خود رو خیس میکنه ما اون نمو ساعت اگر کودک خود بیدار کردیم شرطی می سازیم در مقابل بعض مسائل عمول از بتنی غذا رو در اختیارش قرار می تیم عمول از قصه بسیار خوبرش میکنیم و عمول از برش پاداش می تیم با هر میزانی که پاداش بتیم پاداش باعث تکرار رفتار میشه رفتار به شرط تکرار پیدا میکنه و او ساعت شما بر ما, ما این پیدا شده میره دشوی مشکل مساله به صورت مکمل حل میشه نکته دوم گاهی اوقات ما برای فرزندان خود بسیار دوسی درست میکنیم و کودکان خود را میگیم شب پدرت یا کاکای اومد یا برادر بزرگت اومد با زمرایت گپ میزنید تو خیلی کارا را انجام دادی خوبی ترس و وحشت از زمینه را مساعد احساسی که بندی خدا بیشتر در مساله دو چهار مشکل شایی از این مساله است و گویا این اصلا زمینه رو مساعد نمیکنه به طور مثال دشویی هست نسبتا خیلی دورتر از فرزند مادر خانه است شبام تاریکی است طرز و این مساله میشه خب چی کنه این بندی خدا خب ناگزیر است که با شب دروری مساله پای بره این میتونه مشکل شوه اینجا بیشتر بسازه و نکته دیگه که اگر خیلی ها در این قسمت مساله اساس هستیم خوشبختانه با اساس علم تکنولوژیکی امروز وسایل الکترونیکی در بازار عرضه شده مثلا شکای هست وقتی کودک در اینجا استراحت میکنه با مزه که اینا شب دروری خوشبختانه که یک دفعه‌ای نیست شب تدریج تدریجی است کم کم اینا جای خود را خیس میکنه همین که جای خود را تازه خیس کنه خود توشک یک زیکنال میته که باید متوجه شوید از خواب بیدارش میکنه مم. ما فقط به خاطر کودکانی که شب دروجی دارن حد دو هفته یا سه هفته مسئولیتشون کمی جدی در نظر بگیریم از لحاظ عاطفی اینا را خوش بسازیم و زمینه رو برش مساعد بسازیم بازی جزء کرکتر عادتش میشه و سرانجام هر شب دروجی بسیار ساده دست میکشه چی راه کارهای خوب اشاره کرده خواهش میکنه سپاس چرا با سوالی که دوت ما و حق دارین خوبی کردیم که خانواده بیشتر توجه سپاس امتنان از شما عزیزا هم که بیننده صبح زندگی بودین جناب زکریا بارگزای روانشناس و استاد پنتون در رابطه با شب کودکان هم راهکارهای خوبه و هم نکات خیلی مهم را اشاره کرد شما خانواده ها بیشتر دقت داشته باشید در حال حاضر هم وقفه داریم دوباره برمیگردیم ادامه صبح زندگی